درگیری چندین دهه بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل با حمله حماس در روز 7 اکتبر 2023 به اسرائیل تشدید شد. این درگیری در طول 10.5 ماه جنگ در غزه تغییرات بسیار بزرگی و خطرناکی را در سطح منطقه خاورمیانه و جهان به وجود آورده. در این درگیری بین دو متخاصم بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به ویژه در میدان نبرد در روسیه که کلیه هنجارهای متعارف کنار گذاشته شد و با حمله اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق که نقض آشکار قوانین بین‌المللی بود، تنش به مرحله جدید و بسیار خطرناکی کشیده شد. طبیعتاً هدف قرار دادن کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق که از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار بوده است، نقض آشکار قوانین بین‌المللی بود. عواقب یک چنین حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل با 300 پهپاد و موشک‌های بالیستیکی در روز 13 آپریل 2024 بود که در تاریخ 75 ساله اسرائیل سابقه نداشت که کشوری از مبدأ به اسرائیل حمله بکنه و بازدارندگی اسرائیل را مخدوش بکنه. طبق دکترین اتمی و در پی آن ایجاد قدرت هسته‌ای در اسرائیل، نمی بایست هیچ قدرتی در خاورمیانه و به ویژه در جهان اسلام توانایی و جرأت حمله به اسرائیل را داشته باشد. در واقع با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، بازدارندگی اسرائیل به کلی زیر علامت سوال قرار گرفت. چه کسی بهتر از نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو میتونه اعتراف به شکست بازدارندگی اسرائیل بکنه؟ آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مصاحبهش با مجله تایم که در ماه اوت 2024 انجام داد، صریحا و به وضوح به این مطلب اشاره کرد که من نقل میکنم از مجله تایم: عمدترین هدف از جنگ تلاش برای بازگرداندن اصل بازدارندگی اسرائیل می باشه. این گفته آقای نتانیاهو است. این اعتراف و همزمان تهدید به ادامه جنگ به این معناست که جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی اسرائیل را مختل کرده و اکنون دیگر درگیری فقط با نیروهای محور مقاومت جمهوری اسلامی محدود نمیشه، بلکه برای بازگرداندن بازدارندگی اسرائیل نتانیاهو حمله مستقیم به قلب ایران در تهران را طراحی کرد. کشتن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران نشان داد که آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای بازگرداندن بازدارندگی اسرائیل آماده است تمام هنجارهای متعارف و قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذاره و اسرائیل را بدون توجه به پیامدهای بسیار خطرناک وارد کارزاری بکنه که میتونه منتهی به یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه و حتی کشیدن پای ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو مانند انگلستان و فرانسه به این جنگ بشه. در نهایت چنین جنگی که میتواند احتمالاً روسیه و چین را هم آلوده بکنه و شعله جنگ را از محدوده خاورمیانه گسترده‌تر بکنه. در حالی که جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان هر روز اعلام میکنند که حمله انتقامی آنها هرگز منتفی نشده و حمله آنها به اسرائیل رخ خواهد داد، آقای اسرائیل کات، وزیر امور خارجه اسرائیل، در روز 16 اوت 2024 در دیدارش با همتایان فرانسوی و بریتانیایش در تل آویو رسما از آنها خواست که اسرائیل انتظار داره که همپیمانان غرب به ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه به اسرائیل از حملهش به ایران حمایت کنند. اسرائیل کات، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت که اگر ایران حمله بکنه، اسرائیل انتظار داره که ائتلاف نه تنها در دفاع از اسرائیل فعال باشه، بلکه در حمله به اهداف مهم در ایران در کنار اسرائیل قرار بگیره و در این حمله به اسرائیل بپیوندد. این روند میتونه کل منطقه خاورمیانه رو به سوی جنگی بسیار گسترده سوق بده که هدف آن کشاندن پای ایالات متحده آمریکا و همونطوری که آقای اسرائیل کاتس میگوید کشاندن پای کشورهای کلیدی ناتو، انگلستان، فرانسه و احتمالاً آلمان به این جنگه. دلایل بی‌پروایی
و استفاده از قتل‌ها و ترورهای پی در پی و تهدید اسرائیل به انتقام‌های نامحدود بر علیه ایران و حزب الله لبنان و به کلی محور مقاومت را باید ابتدا در حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل جستجو کرد که نفوذ و حیثیت اسرائیل و شکست ناپذیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و حتی نظامی اسرائیل را زیر ضربه هولناکی قرار داد. اسرائیل با حمله به نوار غزه و در جنگ مخوفی که در این 10 ماه باعث کشته شدن 40,000 بیگناه فلسطینی و تخریب تمام زیرساختارهای حیاتی برای 2,300,000 نفر گشته، در صدد بازگرداندن نفوذ و حیثیت از دست رفته خودش می باشد. دلیل دیگر درگیر شدن اسرائیل در ترور هنیه در تهران بدون توجه به خطرات و پیامدهای هولناک آن بدون شک تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در محاصره قرار دادن اسرائیل توسط محور مقاومت ایران می باشد که دولت آقای نتانیاهو را به نگرانی بزرگی واداشته. جمهوری اسلامی ایران در شرق با نفوذش در عراق، در شمال با نفوذش در حزب الله لبنان، در جنوب توسط انصار الله یمن و در داخل جغرافیای اسرائیل با حمایت کامل از حماس و جهاد اسلامی و در کرانه باختری در حمایت از شورشیان ضد اسرائیل تلاش داره اسرائیل را در محاصره محور مقاومتش قرار بده. در واقع میتوان ادعا کرد که حمله 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل بدون اعتماد فرماندهان حماس به قدرت جمهوری اسلامی ایران و اعتماد به حمایت نیروهای مورد حمایت ایران در منطقه قابل تصور نبوده. ادامه این وضع و خطرات ناشی از محاصره محور مقاومت ایران در تنگه باب المندب و دریای سرخ با حمله به کشتی‌های تجاری که به سوی اسرائیل در حرکت هستند، توسط انصار الله یمن که ضربات بزرگی را به اقتصاد اسرائیل وارد کرده و حملات روزانه حزب الله به شمال اسرائیل و ترک نزدیک به 200,000 نفر شهرک نشین از شهرکای شمال اسرائیل به گفته آقای اگویدور لیبرمن وزیر دفاع اسبق اسرائیل از خانه های خود و اکنون تهدید حمله جمهوری اسلامی و حزب الله و دیگر نیروهای مقاومت محور مقاومت ایران به اسرائیل و اینکه جنگ غزه تا به حال خاموش نشده و حماس هنوز در نوار غزه فعاله و دست به کشته شدن تعداد زیادی از سربازان اسرائیل میزنه و تانک‌ها و بلدوزرهای اسرائیل را منفجر میکنه، گزینه دولت آقای نتانیاهو را بسیار دشوار کرده. در مقابل دولت آقای نتانیاهو دو راه بیشتر وجود نداره. یا روبروی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران به امید کشیدن پای ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو به این جنگ با ایران، و یا اینکه کوتاه آمدن در مقابل جمهوری اسلامی ایران و دادن امتیاز منطقه‌ای به تهران. چاره سومی هم برای اسرائیل قابل تصوره و آن استفاده از بمب اتمی بر علیه ایرانه که نتانیاهو به طور ناشیانه در نشست مجمع عمومی سازمان ملی متحد در سپتامبر سال 2023 به آن اشاره کرد. ولی گزینه سلاح هسته‌ای با شرایطی که جهان با آن روبروست، از چین تا تایوان گرفته تا جنگ اوکراین و اکنون جنگ غزه، تصور غیر واقعی است. بنابراین گزینه های اسرائیل یا روبروی نظامی مستقیم در یک جنگ تمام عیار با حزب الله لبنان و ایران است که تمام شواهد نشان می‌دهد که همپیمانان اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو خواهان چنین جنگی نیستند و نمی‌خواهند با آن آلوده بشوند، زیرا تنش می‌تونه چنان افزایش یابد و از کنترل خارج شود و پای روسیه را هم به این جنگ بکشه. با رفتن مشاور امنیت ملی روسیه ژنرال شویگو به تهران بلافاصله بعد از ترور اسماعیل هنیه و در پی آن ارسال سامانه‌های دفاعی S-400 تسلیحات دفاعی روسیه به ایران، میتوان ادعا کرد که روسیه هم وارد این درگیری بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل شده. اگرچه پوتین رئیس جمهور روسیه در پیامش توسط شوگو به رهبران جمهوری اسلامی سفارش خیشتنداری در پاسخ به اسرائیل را کرد،
استقرار سامانه‌های دفاعی ایالات متحده آمریکا در اسرائیل و در اطراف اسرائیل و در دریای مدیترانه و از طرف دیگر استقرار سیستم‌های پدافند پیشرفته روسیه در ایران نشان دهنده این است که نه تنها در اوکراین روسیه و ایالات متحده آمریکا در یک جنگ نیابتی قرار دارند، بلکه در خاورمیانه در حال دست دادن به یک توازن قدرت هستند تا در یک جنگ احتمالی تمام عیار هیچ کدام از طرفین دست بالا را نداشته باشند. در شرایط کنونی و در نهایت وضعیت کنونی باعث شده که تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و متحد عرب آمریکا در این مسیر باشد تا از تشدید تنش و اشتباهات مهلک که ممکن است به جنگ منطقه‌ای بزرگ و همه جانبه منجر شود جلوگیری بشه. رویدادهای اخیر بین اسرائیل، حزب الله و جمهوری اسلامی ایران میتونه ابعاد بین‌المللی به خود بگیرند و واقعیت‌های میدانی میتوانند به مناطق و سرزمین‌های دیگری و جدیدی ورای سرزمین‌های خاورمیانه گسترش یابند. به طور مثال قبرس یکی از مهمترین مکان‌هایی است که این امکان درباره آن وجود داره. در روزهای گذشته ارتش اسرائیل و نیروهای هوایی اسرائیل در آخرین نمایش ردمایش خود در قبرس حمله به ایران و حزب الله لبنان را شبیه سازی کردند و عملاً پای قبرس و به احتمال قوی پای ناتو و ایالات متحده آمریکا را هم به یک جنگ احتمالی به ایران باز کردند. قبرس فقط 200 کیلومتر به لبنان فاصله دارد و بمب افکن‌های اسرائیل قادرند از پایگاه‌های خود در قبرس و پایگاه‌های آمریکایی، انگلیسی در این جزیره در مدت کمتر از 8 دقیقه جنوب لبنان را بمباران بکنند و موضع حزب الله را بزنند. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان چند ماه پیش قبرس را تهدید به موشک‌های حزب الله کرد اگر از خاک قبرس حمله به لبنان رخ بده. برآوردها نشان می‌دهند که ائتلاف نظامی اسرائیلی، بریتانیایی و آمریکایی از قبرس به عنوان یکی از سکوهای رهگیری به هر گونه حمله مورد انتظار جمهوری اسلامی ایران، انصار الله یمن، حشد شعبی در عراق و حزب الله لبنان استفاده خواهند کرد. دکترین آقای باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا این بود که آمریکا باید توجه خاصی به منطقه پاسیفیک و خطر چین داشته باشد و نیروهای آمریکا باید در منطقه پاسیفیک در اطراف چین متمرکز شوند، زیرا او چین را دشمن اصلی آمریکا و خطری برای آمریکا می‌دانست. بعد از باراک اوباما این دکترین تقویت شد و اعلام شد که در 40 سال آینده چه در دولت‌های دموکرات و چه در دولت‌های جمهوری‌خواهان استراتژی آمریکا باید مقابله با خطر چین باشه و نیروهای آمریکا باید از خاورمیانه خارج شده و تمرکز خودشون را متوجه پاسیفیک بکنند. در واقع جنگ غزه و بحران خاورمیانه و درگیری اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران این سیاست راهبردی ایالات متحده آمریکا که خطر اصلی برای آمریکا را چین میدونه به خطر انداخته. به همین خاطر کاخ سفید در تلاش تا با آتش بس در نوار غزه و بازگرداندن اسرای اسرائیلی مسیر را در جهت صلح پایدار قرار بده تا شاید بدین ترتیب از حمله تلافی جویانه ایران و حزب الله لبنان جلوگیری بکنه. وزیر امور خارجه آمریکا آقای آنتونی بلینکن که توسط آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای نهمین بار به ماموریت به اسرائیل فرستاده شده است، در هنگام ورودش به اسرائیل روز یکشنبه 18 اوت 2024 تاکید کرد که آقای جو بایدن او را به این ماموریت فرستاده تا توافق را به خط پایان برسونه. بنابراین شک و تردیدی نمیتونه وجود داشته باشه که از دیدگاه واشنگتن دستیابی به یک توافق آتش بس پایدار و دائمی برای جلوگیری از جنگ گسترده در خاورمیانه پس از ترور اسماعیل هنیه در تهران برای ایالات متحده آمریکا حیاتی است. آقای ناصر کنعانی سخنگوی وزیر خارجه ایران میگوید که جمهوری اسلامی ایران از برقراری آتش بس در نوار غزه حمایت میکنه و از تلاش ها برای استقرار آتش بس با حسن نیت حمایت میکنه. با چنین اظهاراتی توسط مقامات ایرانی، آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در هفته گذشته گفته بود که
با آتش بس و صلح پایدار امیدوار است تا ایران حمله به اسرائیل نکنه. او بار دیگر روز یکشنبه 18 اوت 2024 تأکید کرد که از تلاش دست نخواهد کشید تا به توافق برسه. خانم کامالا هریس معاون او نیست که در این روزها سخت درگیر مبارزات انتخاباتی است، در ایالت پنسیلوانیا خاطر نشان ساخت که ایالات متحده آمریکا تسلیم نخواهد شد، بلکه همچنان سخت کوچانه سعی خواهد کرد تا این مذاکرات را به پایان موفقیت آمیز برسونه. این تلاش های کاخ سفید برای آتش بس در حالی است که سازمان حماس روز یکشنبه 18 اوت 2024 بار دیگر اعلام کرد که مذاکرات آتش بس را رد میکنه، زیرا طرحی که اکنون در مذاکرات مطرح است هماهنگ و همسو با سرباز زدن نتانیاهو از پایان دائمی جنگ و خروج نیروهای اسرائیلی از تمامی نوار غزه است. حماس مدعی شد که نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو مانع دستیابی به توافق آتش بس میباشد. این در حالی است که روزنامه اسرائیل یدیوت آخرونوت گزارش میده که در زمان جنگ غزه در حدود 1 میلیون اسرائیلی از اسرائیل به خارج مهاجرت کردند. این مهاجرت ها و اینکه طبق گزارش این روزنامه 40% از مردم اسرائیل به فکر مهاجرت هستند باعث نگرانی شدید مقامات اسرائیلی شده است. پیشتر آقای نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل شهرک نشینان را به عدم ترک از اسرائیل دعوت کرده و نسبت به تبعات این مهاجرت ها ابراز نگرانی کرده بود. آقای نفتالی بنت گفته بود که اسرائیل از زمان تأسیس خود دشوارترین دوران را سپری میکنه. بنت میگوید ما با موارد نظیر سردرگمی در جنگ، تحریم های بین المللی، آسیب دیدن بازدارندگی، اسارت 120 اسرائیلی، هزاران مهاجر و فقدان سیطره بر اقتصاد و کسری بودجه مواجه هستیم. همه اینها کاملا درست است، اما یک موضوع مرا نگران می کند و آن هم سخن از ترک اینجاست. این نظر آقای بنت. وخامت اوضاع در اسرائیل و ترس از حمله ایران به حزب الله لبنان باعث شده که بر اساس مطالعه مرکز میراث بگین 59% از یهودیان اسرائیل برای پرسش و جو درباره نحوه دریافت تابعیت‌های خارجی به سفارتخانه‌های خارجی رفتند و 78% از خانواده‌های یهودیان در اسرائیل نیز از فرزندان جوان خود برای سفر به خارج حمایت می‌کنند. در واقع سیاست نظامی آمریکا و استقرار ناوهای هواپیماور در دریای عمان و نزدیکی ایران و در دریای مدیترانه نه به خاطر حمله آمریکا به ایران، بلکه به خاطر ایجاد ترس و وحشت برای رسیدن به مقاصد سیاسی آمریکا می باشد. تا ایران حمله به اسرائیل انجام ندهد، سفارایی نظامی آمریکا در خاورمیانه و دریای مدیترانه با اهرم ناوگان‌های هواپیماور آمریکا به خاطر رسیدن به اهداف سیاسی است، تا اینکه دشمنان اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان به هراس افتاده و حمله بسیار خطرناکی به اسرائیل که میتونه موجودیت اسرائیل رو به خطر جدی بیاندازه نکنند. سیاست راهبردی ایالات متحده آمریکا مقابله با دشمن اصلی آمریکا، چین و تمرکز قوای آمریکا در منطقه پاسیفیک میباشه. هر گونه جنگ تمام عیاری در خاورمیانه که آمریکا را از سیاست‌های راهبردی 40 سال آیندهش به دور بکنه، ایالات متحده آمریکا را در مقابل رقیب اصلی از چین بسیار تضعیف میکنه و آمریکا خواهان چنین جنگی در خاورمیانه با جمهوری اسلامی نیست. مضاف بر این، ایالات متحده آمریکا در جنگ خطرناک دیگری در اوکراین با روسیه درگیره و با پمپاژ تسلیحات عظیمی از انبارهای آمریکا و کشورهای ناتو به اوکراین و پرداخت 10 میلیارد دلار هزینه جنگی به اوکراین و 16,000 بسته تحریمی بر علیه روسیه، ناتو و آمریکا نتوانستند جلوی پیشروی‌های روسیه در اوکراین را بگیرند. و اکنون با حمله نیروهای اوکراین به استان کورسک در روسیه و پیشروی روزهای اول، نیروهای اوکراینی خسارات بزرگی را متحمل شدند. مجله اقتصادی فوربس آمریکا در گزارشی می‌نویسد که
نیروهای اوکراینی در حمله به کورسک روسیه متحمل خسارات خارق‌العاده تکنیکی شدند و تعداد بیشماری تانک، زره‌پوش و سلاح‌های سنگین خود را از دست دادند. مجله اکونومیست در گزارش می‌نویسد که کیف از روی ناامیدی در میدان نبرد در اوکراین به منطقه کورسک در روسیه حمله کرده. این رسانه‌های غربی می‌نویسند که ارتش اوکراین در حمله به منطقه کورسک روسیه متحمل خسارات سنگینی شده و نفرات و تجهیزات زیادی را از دست داده. گفته میشه که علاوه بر خسارات سنگین به ادوات و تسلیحات جنگی اوکراین در کورسک، تا به حال بیش از 3600 سرباز اوکراینی در این حمله جان خود را از دست دادند. این حمله هم اکنون به طور چشمگیری دست روسیه را برای پیشروی در مناطق استراتژیک اوکراین و برای اقدامات واکنشی بیشتر مثل حملات گسترده تر و به نقاط کلیدی تر را باز کرده. نتیجه این ریسک و قمار آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این می باشد که امروز 19 اوت 2024 آقای سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد که پس از این تهاجم اوکراین به روسیه دیگر نمیتوان با کیف وارد مذاکره شد. مقامات اوکراینی از پیشروی سریع نیروهای روسیه به سمت منطقه لوجستیکی در شرق اوکراین خبر میدهند تا مسیر ارسال تدارک اوکراین به جبهه شرقی اوکراین را بگیرند. در این شرایط بحرانی در شرق اروپا که کشورهای ناتو و ایالات متحده آمریکا با آن درگیر هستند، دولت ایالات متحده آمریکا به دام جنگی که آقای نتانیاهو برای یک جنگ تمام عیار به ایران گذاشته است نخواهد افتاد. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که یک بار دیگه ویدیو آگاهی کتاب نشون بدن. قبلا به شما به درود میگم تا برنامه آینده. مصطفی دانش نویسنده ای کتاب رد پای من میراث جنگ سرد از جنگ ویتنام تا جنگ ایران و عراق، افغانستان، آنگولا، جنگ‌های شمال آفریقا، آمریکای لاتین و در دو جنگ آمریکا در عراق شاهد اتفاقات جهانی بوده. 70 بار سفر به بحرانی ترین منطقه جنگ سرد افغانستان داشته است. با مصطفی دانش به سراغ معمر القذافی، آیت الله خمینی و نلسون ماندلا بروید تا